نور الدین عبد الرحمن جامی باز از علما و زهاد و صوفیه قرن نهم. این یک جامی قصیده، بله قصیده و یک مدح بسیار زیبایی در امام برای امام رضا علیه السلام گفته که حیف میای ایره یک مقداری نگه همش ممکنه نرسیم بگیم، ولی یک مقدارش من خدمت شما عرض میکنم. و با نام جامی هم که هم شریعه بله، ما که چون بله همون شعر معروف شنم در روزه موقعی که حضرت سخی درسته نوشته است. این آقا خب این زائر بوده میامده به زیارت بله. و این مدح میگه میگه سال چند وقت پیش میشه جامی؟ قرن نهم است، قرن نهم یعنی 800 خورده بله. متولد 800 خورده بوده. سلام علی آل طه و یاسین، سلام بله. بر آل طه و یاسین. سلام علی آل خیر نبیین، سلام علی روضه حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. میگه سلام بر روضه یعنی او قبری، مسجعی، او جایگاهی که حل فیها قرار گرفته است در او امامون، یک امامی که یباهی فخر میکنه، افتخار میکنه به او امام، ملک یعنی سلطنت، پادشاهی، دین، دین و دنیا، دین و دنیا به این امام چی میکنه؟ فخر میکنه، مباهات میکنه. این جامی میگه، جامی اهل سنت نقشبندیه صوفی. حالا باز فارسی شروع میکنه، به فارسی گفتن امام به حق شاه مطلق که آمد. شاه مطلق یعنی شاه شاه دیگه، بله یعنی هیچ قیدی نداره، نداره. بله. حریم درش قبلگاه سلاطین، حریم درش بله. قبلگاه سلاطین و پادشاهان سلاطین میرفتن اونجا بله. بعد ادامه میده، ادامه میده که ما نمیخونیم، ربای آخرش هم میخوایم. اگر خواهی آری به کف دامن او، اگر میخوای که مشرف شوی خلاص از این دامن آقا بگیری خلاص یک چیزی عاید شوه، اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست در چین. یعنی دامن کسای دیگر رها کن، دنبال هر کسی دیگه ای که قبلا راه می افتادی رها کن، فقط دامن از یغار بگیر. چو جامی چشد لذت تیغ مهرش، یعنی میگی آقا مهرش اگر تیغ واری باشم که مرا تک تک بکنه بازم این ارزش داره، مزه داره. دقیقاً همو داستان امام حسین علیه السلام که در عاشورا در بحبوه نبرد نیزه ها، شمشیرها، خنجرها، هر چی که می آمد امام با جان و دل پذیرا بود. میگه چرا؟ چون الله پاک مرا در این حالت چیه میبینه. چو جامی چشد لذت تیغ مهرش، چه غم گر مخالف کشد خنجر کین. خود نور الدین عبدالرحمن جامی هم که معروف و مشهوره و برادران اهل سنت و جماعت نسبت به آقا ارادت خواهد. ای پس زائر بوده، کسی که زائر نباشه این رقم امام رضا علیه السلام را مد نداره، نمی کنه.